یک برنامه مدبرانه الهی است، نشان دهنده این است که احاطه علمی حضرت حق جلت عظمتو بر وجود انسان، بر دل انسان، بر نیازهای انسان، اونم یک شخص انسان، جامعه بشری، اونم نه در یک نسل، در طول نسل‌های متمادی، این احاطه علمی موجب شده است که خدای متعال به تناسب نیازهای بشر و زوایای گوناگون این نیازها این برنامه رو در اختیار بشر قرار بده، این فرصت رو به افراد بشر بده که از این استفاده کنه. خب اگر بتوانیم از تدبر لازم برخوردار بشیم در این زمینه، اون وقت میفهمیم که بهره‌مندی های انسان از حج چقدر است، چه گستره عظیمی از زندگی بشر رو این بهره‌مندی ها شامل میشه. قرآن کریم درباره حج در یک جمله کوتاه تقریبا همه حکمت حج رو بیان کرد. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قیام را اهل لغت و اهل تفسیر معنا کردن، ستون، یک بنایی تکیه به یک ستون میکنه، اینو بهش میگن قیام، اون ستون قیام است. اینجا خدای متعال میگوید که حج ستون زندگی بشر است. قیام للناس، مال ناس است، مال من و شما و این و اون چند نفر، تعداد یک نسل، یک جمعیت، یک مجموعه نیست، مال ناس است، مال بشریت است. اون چی که شما در حج انجام میدید در مجموع به شما، یعنی به نسل‌های پی در پی و متصل به هم تعلیم میده که بایستی ارکان زندگیشون رو چجوری انتخاب کنن. یک جا حرکت هست، یک جا سکون هست، یک جا پرهیز هست، هم تعلیم همزیستی است. خیلی از مسائل اساسی زندگی، خطوط اصلی زندگی و سبک زندگی در حج برای شما از آب در میاد، یعنی می توانید با تأمل و تدبر در حج و توجه در حج می توانید اینا رو یاد بگیرید. این حج اینه. خدای متعال در یک کلمه اینا رو بیان کرد، جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس.